جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. با برنامه دیگر از پیام‌های قرآنی همه شما را خوش آمدید می‌گویم. پیام قرآن: و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. در سوره بقره آیه 216 الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه این پیام را داره که ای انسان، خیلی از چیزها را تو به نفع خود میدانی، اما به نفع تو نیست، به خیر تو نیست، و چی بسا مسائل را تو به شر خود میدانید، به ضرر خود میدانید، اما بدان که آن به ضرر تو نیست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله هست که میداند و شما نمیدانید. الله سبحانه و تعالی این آیه مبارکه وقتی نگاه میکنیم در سیاق فرضیت جهاد میآید. جهاد ظاهراً کشتن هست، ظاهراً اسیر شدن هست، تکالیف زیادی داره. ظاهراً مسئله جهاد مشقت هست. در جهاد بری، امکان کشته شدن، اسیر شدن، شکنجه شدن، مجروح شدن، زخمی شدن، همه اینها ظاهر قضیه به ضرر هست. اما وقتی به باطن قضیه نگاه می کنیم، شهید شدی، درجه شهادت چقدر بالا و بالاست، مجروح شدی چقدر اجر و ثواب، اسیر شدی به خاطر دین الله شکنجه شدی چقدر به پیشگاه الله اجر و ثواب و اینها. پس خیلی از این مسائل در آیه دیگر الله سبحانه وتعالی می فرماید: فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یک موضوعی را شما او را به ضرر خود می پندارید، وقتی نگاه می کنید عواقبش که الله سبحانه وتعالی چقدر خیرها گذاشته در او، چقدر نعمتها گذاشته و چقدر سهولتها گذاشته و چقدر راحتی هاست، به اینه که الله تعالی می فرمایه و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم. شما ببینید من چند نمونه را اشاره می کنم به این که این پیام قرآن را همیشه در ذهن داشته باشید. ازدواج ام سلمه بعد از فوت ابو سلمه، ام سلمه خیلی شوهر خود را دوست داشت و همیشه فکر میکرد که اگر من از این شوهر جدا شوم و این شوهر من بمیره و بالاخره یا مرا رها کنم، من چه کار باید کرد؟ آیا بدون ابو سلمه من میتوانم زندگی کنم؟ همیشه در این فکر بود. وقتی که ابو سلمه از دنیا میرود، ام سلمه خیلی غم و اندوه دارد و رسول صلی الله علیه و سلم می فرماین کسی که
و پیشگاه الله سبحانه و تعالی صبر داشته باشه و صابر باشه، الله سبحانه و تعالی برای از او عوضش بهترتر میده. ای ام سلمه، الله تعالی برای تو شوهر بهتر از ابو سلمه را عطا میکنه. ام سلمه میگه من همیشه فکر میکردم که آیا شوهری بهترتر از ابو سلمه هم برای من میسر خواهد شد؟ میگه من فوت ابو سلمه را برای خود شر میدانستم، اما بعدها که جزء امهات المؤمنین میشه ام سلمه، میگه الله اکبر، به راستی هم که من نمیدانستم، چیزی را که به شر خود میدانستم او در خیر من بود. بهتر از ابو سلمه کیست؟ رسول نازنین صلی الله علیه و سلم. پس این پیام قرآن که میفرماید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. قضیه خضر و موسی علیه الصلاه والسلام که در سوره کهف بیان میشه، وقتی نگاه کنیم ظاهر قضیه شر، اما در خیر و طفل هست که خضر به همراه موسی علیه السلام که هست. طفل وقتی به قتل میرسه، کشته میشه، ظاهرا شره، ظاهرا به ضرره، اما در او خیر نهفته هست که الله سبحانه و تعالی او را از همه آلودگی ها او طفل را محفوظ میکنه و او جایگاه خانوادگی او را الله تعالی حفظ میکنه. قصه یوسف علیه و داستان یوسف علیه السلام وقتی میبینیم، ظاهرا وقتی حضرت یوسف علیه السلام به چاه میفتن، حتی وقتی که به سجن، به محبس میرن، حبس میشن، به زندان میفتن، ظاهر قضیه شر هست، اما بعدها خیر کثیری در از او نهفته است. قصه بدر در ابتدا وقتی روبرو میشن، لشکر سپای حق وقتی روبرو میشه با لشکر و سپاه باطل، در ابتدا این قضیه را برای خود شر میپنداشتن و ضرر میپنداشتن، اما الله سبحانه و تعالی از او چیز دیگری ساخت و جنگ سرنوشت ساز امت اسلامی، فتح و ظفر و پیروزی نصیب مسلمان ها شد. هکذا مسائل دیگری که من و شما بالاخره در مرور زندگی خود میبینیم. داستان که در این آیه مبارکه ربط و ارتباط داره، به خاطر اینکه بیشتر و بیشترتر در ذهن و فکر ما بمانه. شخص رفت در میدان هوایی در انتظارخانه نشست تا اینکه سفر داشت، طیاره آماده بشه و این شخص سفر کنه. در انتظارخانه این شخص خواب رفت. مسافرین آماده شدن و پرواز آماده شد و طیاره رفت. بعد از لحظات این شخص چشم خود را باز کرد که مسافرین رفتن و طیاره پرواز کرده. حالا کاملا این شخص عصبانی هست، بیقرار هست و تأخیر سفر و ماندن از این طیاره را کاملا به ضرر خود میدانه، تشویش میکنه، پریشان هست، خود را ملامت میکنه، چرا خواب شدم، چرا بالاخره من از این پرواز ماندم. عصبانی هست تا لحظات بعد می شنود که این طیاره سقوط کرده، این طیاره با عوارض گوناگون بالاخره افتاده، همه سرنشینان او از بین رفتن. حالا این شخص چه کار میکنه؟ این خواب خود را که قبلا
به ضرر خود و به شر خود تلقی می کرد، الان دستان خود را بلند می کنه، یا رب شکر که من به خواب ماندم، شکر که من بالاخره به این تیاره بلند نشده بودم. پس اینه که وعسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، چی بسا کارهای زشتی که شما با اونها روبرو می شوید، وعسا ان تکرهو، چیزایی که شما بد می بورید، چیزایی که زشت می شمارید، و هو خیر لکم، او به نفع شماست، شما نمی دانید. تأخیر سفر شما تشویش می کنید، ماندن از تیاره شما تشویش می کنید، اما نمی دانید که و هو خیر لکم، او به خیر شماست. و عسا ان تحبو، چی چیزهایی را که شما دوست دارید، مثلا دوست دارید که وقت به این تیاره می نشستید، وقت با این پرواز می کردید، وقت حرکت می کردید، با این مسیر راه می رفتید، اما از عواقبش که خبر می شوید که این سقوط کرده، چه کار میشه؟ و هو شر لکم، این شر شما بود، به ضرر شما بود. پس به هر حال این پیام قرآن را همیشه در ذهن داشته باشید. خیلی از دوستان، خیلی از عزیزان همیشه تشویش میکنن که چرا من با فلانی ازدواج نکردم. شاید یک دختر این تشویش را داشته باشه که کاش با فلان پسر ازدواج میکردم. شاید یک پسر تشویش داشته باشه کاش با فلان دختر ازدواج میکردم. چرا ازدواج نکردم؟ چرا وصلت ما نشد؟ چرا بالاخره ما با هم نرسیدیم؟ چرا در قسمت تجارت، چرا فلان معامله را انجام ندادم؟ چرا فلان بیع و شرا را، چرا فلان اشیا را وارد نکردم؟ چرا اشیا، فلان اشیا را صادر نکردم؟ چرا، چرا؟ این چراها در قسمت ازدواج، در قسمت بیع و شرا، در قسمت تجارت، در قسمت های گوناگون خیلی مسائلیه که ما را به تشویش می اندازه که چرا به فلان سفر نرفتم. همه اینها را با این پیام قرآن در ذهن باشه، تشویش نمی شود. و عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، این ازدواج صورت نگرفته به خیر شما بوده، این تجارت صورت نگرفته به خیر شما بوده، این سفر صورت نگرفته به خیر شما بوده، امسال حج نرفتید، قرعه میسر نشد، به خیر شما بوده. همه این مسائل، همه این مسائل. اگر از یک کشور به کشور دیگه قصد داشتید سفر کنید، نرفتید و نشد، به خیر شما بوده. اما او چیزهایی که متوجه باشید، و عسا ان تحبو، ان تحبو، شما دوست داشتید، دوست داشتید، متوجه باشید که اگر نشده به خیر شماست، اما باز هم متوجه باشید که از خیلی قضایایی هم که شما بد میبورید، مثل جهاد، متوجه باشید که این به خیر شماست. وقتی شخص مریض میشه، ظاهرا آمپول برایش داده میشه، طبیب برایش دوای تلخ میده، خوردن دوای تلخ اینها به خاطر چیست؟ ظاهرا خوش شما نمیاد، خوش شما نمیآید، اما بعد از اون شما سلامت می شوید، جسم شما سالم میشه، همه اینها به خیر شماست. پس این آیه مبارکه، و عسا ان تکرهوا شیئا، از او چیزهایی که شما بد می بورید متوجه باشید که همه بد نیست، و هو خیر لکم. و عسا ان تحبوا شیئا، و او چیزهایی که شما دوست دارید، همه دوست داشتنی ها آنها به خیر نیست، متوجه باشید که و هو شر لکم. خیلی چیزهایی که دوست دارید به ضرر شماست، و خیلی چیزهایی که شما دوست ندارید، طبیعت شما حتی با اونها برابر نیست،
متوجه باشید که در اونها خیر نهفته هست. به هر حال این قاعده و این پیام قرآنی را سرمشق زندگی خود بگردانید، به این آیه مبارکه همیشه غور و تفکر و تعقل داشته باشید. این آیه پیرامون جهاد هست. ادامه آیه چی می‌فرمایه؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند، الله به خیر شماست، الله به نفع شماست، الله همیشه دوست داره که شما راحت باشید، شما خوشحال باشید، شما سرفراز باشید، سربلند باشید. لکن شما نمیدانید، شما ضرر و نفع خود را به بسیاری از جهات تشخیص نمیدهید. الله هست که میداند و شما نمیدانید. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه همیشه از الله سبحانه و تعالی خیر طلب کنیم. بار الها پروردگارا ما از تو خیر میخواهیم. همیشه بگویید فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. تا برنامه بعد شما را به خدای یکتا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.